درود و عرض عدب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین برنامه امشب پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشیم بروز نخستین نشانه های استراتژی افراط گرایانه نهاد نظامیان سپاه پاسداران در سخنان فرمانده جدید این نهاد نظامی منتصب به رهبری ایران همچنین تبلیغ محافظ و اردوگاه اصولگرایان برای به سمت سوی جنگ کشانی کشور ایران تهدید ایالات متحده امریکا از سوی شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به بیپاسخ نماندن اقدامات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی واکنش ها به پیشنهاد تبلیغاتی از سوی آقای ظریف وزیر خارجه ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا در عرصه ستیزهای سایبری عقب نشینی تونروهای جمهوری اسلامی ایران از تصمیم فیلترینگ اینستاگرام همینطور اختلال چند ساعته در سامانه صدور قبض همراه اول ایران همراه با سود هنگفت برای این شرکت با پول ستانی از کاربران در عرصه بینرملل دیدار نمایشی رهبر کره شمالی با پوتین شاید برای فشار به امریکا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 25 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا باز بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که به روال معمول در طول هفته پنج شب با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضور شما می گردن. همینک و در آغاز صفحه یک رو با باستاب سخنان فرمانده جدید سپاه پاسداران در رسانه ها خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم می کنیم که عملا نشان استراتژی تازه جمهوری اسلامی و چه بسا روی کرده گرایی حکومت اسلامی در تهران باشد در این رابطه روزنامه جوان که زیر نظر نظامیان سپاه اداره می شود در مطلبی با عنوان سپاه آماده ی تحمیل شکست های دوباره به دشمن است سخنان حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران رو در مراسم معارفش منتشر کرد که مدعی گسترده کردن فعالیت سپاه در سطح جهان شده بود به گزارش این روزنامه فرمانده جدید سپاه پاسداران گفت که ما بایستی قلم رو به اقتدارمان رو از منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد کلامی به قایت غیر دیپلماتیک حسین سلامی که مسیر پیشرفتش رو از یک فرمانده دونپایه و میانی سپاه به فرماندهی کل سپاه رو مدیون همین رجسخانی ها و اظهار نظرهای تندش علیه آمریکا و اسرائیل هست گفت که ما در گام دوم انقلاب بایستی حاکمیت اسلام رو به تمدن تبدیل کنیم و سپاه باید ظرفیت نقش آفرینی در گام دوم انقلاب رو در خود ایجاد کند در واقع پیام صدور انقلاب به کشورهای منطقه بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که ایجاد تمدن اسلامی یکی از آرزوهای شخص خامنه ای هست که بارها در این مورد سخن گفت و این نظامی تازه منصوب نیز نوعی واگویی اظهارات ولی فقیه را می کند همچنین گفتنی که فرمانده جدید سپاه پاسداران یکی از پرهیاهوترین و رجسخانترین فرماندهان سپاه است که در مناسبت های مختلف با لحن سریحی به آمریکا و اسرائیل حمله می کند و حتی بارها از ضرورت نابودی اسرائیل سخن گفت که البته بیشتر مواقع از حالت واقعیت اظهاراتش خارج شده و به بزرگ نمایی قدرت نظامی سپاه می پردازد تا جایی که او رو بعضا با سعید و صحاف همان وزیر تبلیغات عهد صدامی که هنگام اشغال نظامی آمریکا باز می گفت که دولت امریکاست که سقوط کرد و عراق هیچ چیزش نشده در حالی که خب همگان شاهد بودن که بغداد سقوط کرده این فرمانده سپاه رو با اون وزیر تبلیغات صدامی قابل قیاس می بینند. در ادامه برنامه امشب از اظهارات تحریکا میز فرمانده جدید سپاه به تمایل بخش های از حکومت برای کشاندن و سوق دادن ایران به سمت جنگ و درگیری نظامی میپردازم. نشانه های آن در لابلای سطور روزنامه های منتسب به این جریان رو قابل رویت است. در همین زمینه روزنامه سیاست روز که به جناح محافظه کاران نزدیک هست با انتشار یادداشتی به عنوان آماره نبردی جانانه مدعی شد که جمهوری اسلامی اکنون یک خطر جدی در کنار مرزهای اسرائیل است. روزنامه سیاست روز در بخشی از این مقاله تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا رو مقاومت دانست و البته متذکر شد اکنون نوع مقاومت با شرایط ایجاد شده تفاوتی یافته و بایستی خود رو آماده نبردی جانانه کنیم این روزمه همچنین در این نبرد عراق و سوریه و یمن و حتی بحرین رو هم در کنار جمهوری اسلامی دانست که در این رابطه بایست اشاره کنم که گویو به نظر میاد به جز دولت سوریه خب احتمالا منظور نویسنده سیاست روز گروه های تروریستی در کشورهای مذکور باشن مثل حوسی ها و یا هشت و شبی ها و یا حتی گروه های مسلح در بحرین مد نظر نویسنده بوده در غیر این صورت بعید است که دولت بحرین در کنار جمهوری اسلامی باشد اما در سوی دیگر ماجرا روزنامه ابتکار هم در مقاله ای با عنوان آنچه باید کرد از واکنش غیر اقلانی برخی گروه ها در مواجهه با روی کرد آمریکا نسبت به ایران ابراز نگرانی کرد روزنامه ابتکار در بخش دیگری از این مقاله با اشاره به اقداماتی نظیر در لیست تروریستی قرار دادن سپاه و تحریم کامل نفتی ایران اشاره داشت که در چنین موقعیتی اتخاذ راهبردها و روش های احساسی و متکی به رفتارهای واکنشی هیجانی غیر اقلانی ترین نوع مواجهه با این رخ است به طور حتم امریکایی ها و یاران منطقه در تلاشن تا با استفاده از هر روش و شیوه هایی ایران رو به مرز مقابله جدی و حتی نظامی بکشند که عملا هشدار میداد روزنامه ابتکار نویسنده این روزنامه نسبتاً تحول خواب با ابراز نگرانی از درگیر شدن ایران در یک منازعه تمامیار نظامی هشدار داد که نتیجه مشاهدات تحلیل و بررسی شرایط و موقعیت فعلی در منطقه و جهان همگی نشان میدهد که جمهوری اسلامی و ایران وارد منازعی جدی و جدید و بسیار پرخطر شده منازعی که بایستی با تدبیر از آن عبور کرد و اجازه دست درازی و حجوم و حمله بیگانگان به کشور رو نداد خبرها و نظرهای امشب رو با واکنش های داخلی نسبت به اعمال تحریم کامل نفتی آمریکا علیه ایران و لغو معافیت کشورهای وارد نفت پی میگیرم در این رابطه روزنامه ای ایران تریبون دولت سخنان خامنه ای رهبر ایران در واکنش به اقدام آمریکا رو با تیتر هر قدر اراده کنیم نفت صادر می کنیم به عنوان مطلب اصلی صفحه خود برگزید. البته بسیاری دیگر از روزنامه ها هم مطابق معمول سخنان آقای خامنه ای رو در صفحه که خود منتشر کرده بودند رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش آمریکا رو تهدید کرد که ملت ایران ملتی نیست که علیه او کار و توطعه کنند و او بنشیند و تماشا کند و دشمنی ها بی پاسخ نخواهد ماند ایشان همچنین با اشاره به توقف معافیت به مشتریان نفتی ایران مدعی شد تلاش اینها به جایی نمی رسد ما آنقدری که نیاز داریم و خودمان اراده می کنیم می توانیم نفت خود رو صادر کنیم اما تنها آقای آیت الله علی خامنه ای نبود که روز گذشته سخنانی این چنین بیان کرد بلکه خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به اقدام اخیر آمریکا واکنش نشان داد که مورد استقبال برخی روزنامه ها از جمله روزنامه وطن امروز قرار گرفت وطن امروز که به طیف تندروهای اصولگرا نزدیک هست سخنان روحانی رو با عنوان تذکر روحانی به سعودی و امارات در صفحه که خود با اشاره به همراهی عربستان و امارات برای جبران کمبود نفت ایران در بازار جهانی منتشر کرد در گوشه از گزارش وطن امروز میخواندیم که نوشته بود روحانی در واکنش به تصمیم دولت آمریکا واکنش تندی علیه سعودی ها داشت و در لحنی به قایت تعرضآمیز خطاب به آنها و دوستان اماراتیشان گفت بقای آنها مدیون تسلیمات جمهوری اسلامی ایران بوده است این روزنامه در ادامه اما نسبت به سیاست های خود دولت روحانی در گذشته در قبال عربستان انتقاد هم کرد جایی که نوشت قطعا یکی از مهمترین دلایل گستاختر شدن سعودی ها در قبال ایران و اینکه حالا آنها به دنبال محکم کردن گره نفتی آمریکا به دور ایران هستند انفعال دولت روحانی و شخص وزیر خارجه در قبال سعودی ها و چشم پوشیشان از اقدامات ضد ایرانی آل سعود بوده که چنین شده که هم نقد داشت به دولت روحانی هم اخیرا خب تحسینش میکند که هم با آقا به تعبیری سیاست های سعودی ستیزانه در پیش گرفت کماکان صفحه یک رو در زمین سیاست خارجه دنبال میکنم روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی گویا هر روز وارد فاز تازگی از منازعات و نوسانات می شود در حالی که جنگ لفظی و اقتصادی میان مقام های حکومت ایران و آمریکا به شدت افزایش یافته روز گذشته وزیر خارجه دولت روحانی در واشنگتن پیشنهاد تبادل زندانی میان دو طرف رو مطرح کرد در همین رابطه روزنامه اعتماد مطلب اصلی صفحه یک خود را با عنوان پیشنهاد تبادل زندانیان روی میز آمریکا به همین موضوع اختصاص داد اعتماد از جمله نوشت که ظریف در نیویورک گفت تهران شش ماه پیش به آمریکا اعلام کرد که آماده ی انجام مبادله زندانیان بین دو کشور است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده حسب گزارش اصلی روزنامه اعتماد آقای ظریف در جلسه پرسش و پاسخ انجمن آسیایی در نیویورک اشاره کرد که ایران اتهامات زندانیان خود در آمریکا را جعلی میداند و آمریکا هم همین رو درباره زندانیان خودش در ایران میگوید پس بیایید به این بحث پایان دهیم و آنها رو مبادله کنیم من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار رو هم دارم محضر شما بینندگان عزیز بایستی در این رابطه اشاره کنم که این سخنان آقای ظریف در حالی مطرح می شود که خب در گذشته بارها محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پاسخ به امکان مداخله دولت در پرونده اطبای خارجی زندانی در ایران و بعضا زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره از مستقل بودن قوه قضایه سخن میگفت و اینکه هیچ گونه دخالت و اختیاری در این رابطه ندارد حرف میزد. اکنون در بهبوهه بالا گرفتن منازعات سیاسی بین دو کشور این اختیارات رو ناگهان چگونه به دست آورد خب جای سال است احتمالا از اون دست نرمش قهرمانانه ای هست که خب آقا برای مهار قهر جهانی به وزیر خارجه صادر کرد البته ایشان بلافاصله در مورد زندانیان ایرانی و مشخصا زندانیان محیط زیست گفت که این کار من نیست قوه قضایی ما خیلی مستقل است و اتحام هایی زده که من با آنها موافق نیستم اما این جایگاه من نیست کار من این است که جلوی جنگ رو بگیرم و فشار اقتصادی از روی مردم رو بردارم So what can I do as a foreign minister? And I put this offer on the table publicly now. exchange prison informed که با این اظار هم به نظر می مطرح شدن این پیشنهاد یعنی ت زندانیان ایران آمریکا. در حال حاضر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و هیچگاه اراده واقعی برای حل مشکل زندانیان از سوی مقام جمهوری اسلامی وجود ندارد صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب ستیزهای سایبری در میان مردان جمهوری اسلامی در نوسان تازه‌ای قرار گرفت عقب نشینی حکومت از فیلتر کردن این استاگرام مورد تحلیل بسیاری از رسانه های چاپی تهران واقع شده بود که البته در پی مسدود شدن صفحه تعدادی از فرماندهان سپاه در این شبکه اجتماعی از سوی تندروهای حکومت این موضوع به شدت دنبال شد در این میان روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان تجربه فیلتر تلگرام مانع از فیلتر اینستاگرام از خارج شدن این موضوع از دستور کار شورای عالی فضای مجازی ایران خبر داد نوشته بود که شاید تا پیش از این بسیاری از دلواپسان و آنهایی که به سختگیری بیش از حد اعتقاد دارند هر از چند گاهی مسئله ای رو بهانه کرده و پیرامون فیلترینگ اینستاگرام سخن می گفتند اما اقدام اخیر ایالات متحده ای امریکا در قبال سپاه و در پی آن اقدام خود اینستاگرام مبنی بر مسدود سازی صفحات فرماندهان این نهاد انقلابی معافقان فیلترینگ در کشور رو مسممتر کرد که به تعبیری با مخالفان رأی به فیلترینگ به مخالفت بیشتر بپردازند اما مسیر برگشت آرمان در این مطلب با اشاره به افزایش درخواست دلواپسان برای فیلتر شدن این استاگرام بخصوص پس از مسدود شدن صفحات فرماندهان سپاه در این شبکه اجتماعی نوشته بود که گویا مسئولان امر پس از ناکامی در فیلترینگ تلگرام بوده که به این نتیجه رسیدن که دیگر سیاست مسدودسازی سازی در قبال این استاگرام جواب نمیدهد و بایستی طرحی نو در اندازند حسب گزارش روزنامه آرمان آقای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به محکوم کردن اقدام اینستا اکتفا کرد و اعلام نمود که فعلا محدود سازی آن در دستور نیست به عقیده دستن در کاران آرمان پس از یک سال جسته و گریخته سخنانی مبنی بر اینکه فیلترینگ تلگرام ناموفق و ناکام بوده شنیده می شود که فیلترینگ اینستاگرام هم نبایستی صورت بگیرد و این بدین روی بوده که مسئولان با وجود برخی اظهارات مختلف مبنی بر مسدودسازی سازی این استگرام عملا تن به این کار نمیدهند تجربه آموختند خبرها و نظرها رو دنبال میکنم تا حدودی با زمینه و مضمونی نسبتا مشابه ارسال پیام بر روی تلفن های همراه بسیار شهروندان مبنی بر داشتن بدهی و قطع تلفن برخی از آنها مورد توجه به از رسانه ها واقع شده بود که چگونه دولتی ها در صدد به تعبیری زراندوزی جدید میکوشند در این رابطه روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان ماجرای یک اختلال نجومی به بررسی موضوع پرداخت و به سود کلانی که از اختلال چند ساعته از جیب مردم نصیب همراه مردم شد پرداخت این روزنامه با اشاره به ارسال پیامک اشتباه بخصوص همراه اول با درج مبلغ بدهی بسیار بالا و قطع برخی از خطوط به دلیل بدهی نوشته بود که پس از چند ساعت مدیر ارتباطات همراه اول ضمن اسخاهی عنوان کرد که مبالغی که شهروندان در این خصوص واریز کردن به عنوان بستانکاریشان لحاظ خواهد شد حسب همین گزارش همراه اول برای اطلاع رسانی شبکه اجتماعی که خود نیز آن را رو به روی مشترکانش فیلتر کرده رو ترجیح داد ابتکار سپس با اشاره به اینکه بیش از 182 هزار خط مبالغ اضافه پرداخت کردن محاسبه می کرد که اگر هر خط به صورت متوسط دویس هزار تومان واریز کرده باشد با توجه به اقدام به واریز 182 هزار و نفر حدود 36 میلیارد تومان به حساب همراه اول واریز شد که این مبلغ با سود بانکی تنها در یک ماه بیش از 4.5 میلیارد تومان سود دریافت می کند. این روزنامه در انتهای مطلب خود واکنش چند کاربر فضای مجازی به این موضوع رو هم منتشر کرده بود که یکی از این کاربران گفته بود من موندم چرا برای یه بارم شده همراه اول اشتباه سیستمش منجر به صفر شدن تمام قبض ها نمی شود. همیشه این اشتباهات باعث میشه مبلغ قبض ها افزایش پیدا کند. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که به تازگی سپاه اعلام کرده بود که تمام سهام خود رو در همراه اول و مخابرات واگذار می کند و البته تا امروز روشن نشده این سهام به کجا و یا به چه کسی واگذار شده است درودی دوباره کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در عرصه بین الملل به تازه سفر کیم جونگ اون خودکامه کوریی می پردازیم که مرتوجه برخی از روزنامه ها واقع شد روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی به عنوان بازی اون با کارت پوتین به سفر آقای اون به روسیه اشاره کرد که پس از شکست دومین مذاکره اون ترامپ در هانوی دیدار رهبر کره شمالی با پوتین در راستای یادآوری این نکته به واشنگتن است که چه بسا پیونگیانگ در منطقه گزینه‌های دیگری دارد که حامیانش باشد به نحوی میخواهد به رخ بکشد دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به امضا نشدن هیچ توافق نامه ای در این دیدار نوشت این سفر می تواند نوعی اعمال فشار بر واشنگتن باشد تا بر سر ماجرای تحریم ها سر کیسه رو در برابر کره شمالی اندکی شل کند اما روزنامه آفتاب از بیشتر به حاشیه این سفر پرداخته بود و با انتشار گزارشی به عنوان قطار اسرارآمیز اون نوشته بود که میگویند این تنها قطار زره پوش در جهان است و پدر و پدر بزرگ او نیز از همین قطار برای رفت و آمدهای داخلی و خارجی بهره می رهبر کره شمالی در سی و پنج سالگی نه کشتی سوار شده و نه هواپیما حالا میخواهند به حساب مسائل امنیتی بگذارند یا ترس از آب و یا ترس از ارتفاع چندان تفاوتی نمی کند زیرا آقای اون در پنج سفری که به کشورهای چین همینطور کره جنوبی سنگاپور ویتنام و اخیرا کشور روسیه داشت هرگز از وسیله بجز قطار مذکور استفاده نکرده است به هر روی خودکامگان،, خودکامگان از همه چیز می‌ترسند. ایشانم ایشان هم از سفر و آب و دریا و ارتفاع و به همه کس بدگمان هست و در انتهای برنامه امشب به موضوع اعلام خبر سکته همزمان هر سه متهم اختلاس بزرگ بانک سرمایه میپردازم که با شگفتی وسیعی در بسیاری از روزنامه چاپ تهران منعکس شد از جمله روزنامه شب. عنوان اصلی صفحه که خود را همون گونه که میبینید با تیتر سکته همزمان سه محکوم به همین موضوع اختصاص داد روزنامه شرق با یادآوری رقم اختلاص سه متهم این پرونده که بالغ بر پانزده هزار میلیارد تومان بوده نوشت که هر سه متهم اصلی این پرونده پیش از اجرای حکم زندان سکته کردند روزنامه شرق با اشاره به حکم 20 سال زندان و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل برای هر کدام از این متهمان ذکر کرد که قاضی مسعودی رئیس شعبه سه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند نمیدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند به گفته قاضی این پرونده پرویز کازمی وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و یکی از محکومان این پرونده همینک گویا به زندان رفته است اما معالجات دو محکوم دیگر در حال انجام است و اگر محکومان توانایی تحمل حبس ندارند با گستی در بهداری تحمل حبس کنند که این موضوع در دست بررسی است لازم به ذکر است که در حالی مقام قوه قضایی از عدم تحمل حبس این افراد که از جمله مدیران سابق دولتی هستند سخن گفته که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها با مرخصی درمانی برای زندانیان سیاسی سی و فعالان مدنی بارها و بارها مخالفت کرد از جمله این فعالان زندانی میتوان به آرش صادقی و نرگس محمدی در زندان اشاره کرد که در نهایت سختی حبس رو میگذرانند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود